بنام خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان از اشتراک در گفتگوی مقام‌های آمریکایی و امارات اسلامی خودداری کرد. رینا امیری در رشته تویت نوشته زمان آمده همکاری است که امارات اسلامی برای احیای حقوق زنان و دختران آماده کار باشد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با پخش اعلامیه گفته که هیئت این کشور در گفتگو با هیئت امارات اسلامی در دوحه درباره افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان و حقوق آنان متمرکز بود. امارات اسلامی هرچند واکنش تازه‌ای در مورد نداشته، اما پیش از این گفته بود که متحد بر رعایت حقوق زنان است و کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند. در این برنامه بیشتر بحث میکنم با مهمانانم. هر یک آقای عبدالهادی عدالت‌جو، آگاه روابط بین الملل اینجا در استودیو، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما همچنان در استودیو و آقای عزیز دوستانگزای تحلیلگر مسائل سیاسی تا لحظات دیگر از طریق خط اسکایپ با ما وصل خواهند شد. مهمانان عزیز، به بس خوش آمدید میگم. آقای عدالت‌جو، اجازه بدین در نخست با شما آغاز بکنم. بعد از ماها باز هم فرصت مساعد شد و یک هیئت از امارات اسلامی به دوحه رفتن و با مقامات آمریکایی که بیشترین نگرانی ها را در حال حاضر از وضعیت افغانستان دارن گفتگو کردن. این گفتگوها را چگونه بررسی کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام عرض میکنم خدمت شما احمدی صاحب، خدمت برادر گرامی و همچنان خدمت بینندگان عزیز تلویزیون و استانگزی صاحب هم سلام عرض داریم. خدمت شما عرض کنم که ببینید تمام تلاش ها یک نظام، تمام تلاش هاش در راستای ازی است که بتاند در داخل ثباتی ایجاد کنه، در راستای منافع ملی حرکت کنه و برنامه های ملی خودش در داخل و چه در خارج پیش ببره و بالاخره نظام در نظام بین الملل وفق بته و سازگاری بته و در کل هدف یک نظام خدمت به مردم و ملت است، در راستای ازی است که بتانه تا به مردمش ملتش خدمت رسانی بکنه. حالا اگر ما در راستای ازی بس بکنیم، ببینید زمانی ما میتونیم این مذاکرات بیرونی را و تمام تلاش های یک نظام موجه تلقی بکنیم و در مسیر درست بدانیم که اول در داخل باید یک مشروعیت اساسی، یک مشروعیت ملی شکل گرفته باشه، یک نظام مردمی شکل گرفته باشه و سیاست داخلی و سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی، بر مبنای ارادی، بر اساس ارادی همه افراد او جامعه شکل گرفته باشه. حالا همین گونه نیست؟ مردمش از او سیاست داخلی و خارجی ملتش حمایت قاطیانه داشته باشن و با پشتیبانی ملی و مردمی مثلا دولت مردان، دیپلمات ها میرن این مسئله را. بزرگ تکرار میکنم، حالا همین گونه نیست؟ ببینید حالا ما به هیچ وجه اینطور نیست. ببینید ما میبینیم در داخل که ما نموتوری که هم از محافل بیرونی به این مسئله تاکید میشه، هم در از محافل داخلی به این نکته تاکید میشه که حکومت همه شمول، حکومت همه جانبه، هنوز امارت اسلامی نه در داخل بجز از حمایت درون گروهی دیگه هیچ حمایت مردمی را نداره. شما دیدین کمی اجلاس هم که دایر کردن برای تقویت پایه های نظام امارت اسلامی درون گروهی بوده، حمایت از هیچ اقشار دیگه حمایت مردم نداشته و حمایت بیرونی را نداره و این گفتگوها هم تا زمانی که او پالیسی، او سیاست، چه سیاست داخلی چه سیاست بین المللی که مجریانش دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه است، تا او حمایت مردمی را نداشته باشه او به منافع ملی نیست و به نفع مردم نمیتونه شده باشه و ما متاسفانه شاهد هستیم که قدرت های منطقه‌ای و یا فرا منطقه‌ای که
دم است، عدالت میزنن، حقوق بشر میزنن. واقعیت امر ای است که اونا در حقیقت دنبال منافع خود هستند. اوا هم تا زمانی که به حقوق بشر برشان بهانه باشه از این بهانه استفاده میکنن، اما زمانی که مثلا دیگه حقوق بشر تامین کننده منافع از اوا نباشه، براحتی او حقوق همه بشر از زیر پا میکنه، فقط دنبال منافع خود میرن. درست. پس این گفتگوهای بیرون مرزی تا گفتگوهای داخلی یک اجماع ملی شکل نگیره، گفتگوهای بیرونی به نظر من در راستای تحکیم نظام است که به اساس افکار و مفکوره و اراده خودش شکل گرفته. شکر آقای نوزد، شما را به بس خوش آمدید میگم. و همواره بیرونی ها نگرانی میکنن از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، از وضعیت زنان و حقوقشان در این کشور. حالا بحثی است که در مقابل امارت اسلامی همواره میگن که کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله بکنن. همین موضوع حقوق بشر، همین بحث حقوق زنان، شریک شدنشان در بدنه حکومت، حق تحصیل، این موضوعات داخلی افغانستان است و یا دنیا هم اجازه زیره داره که نظر خود بده؟ خب مغالطه صورت نگره که ما یکی حقوق بشر داریم، یکی حقوق بشری داریم. وقتی طرح مسئله به نام حقوق بشری مطرح میشه، این مربوط میشه به اونمو کنوانسیونی که ربطی به حقوق بشری در چوکات ملل متحد داره و نظام های ما قبل امارت اسلامی او را تعهد کردین، امضا کردین و او پابرجا هسته. روی این ملحوظ در چارچوب اصول روابط بین الملل باید نظامی که شکل میگیره او را نه تنها احترام و رعایت هم بکنه. وقتی بحث مسئله حقوق بشری اگر مطرح میشه، وقتی ما مسئله حقوق بشر را مطرح میکنیم، در رابطه به حقوق بشر میتونن نظرات مشورتی برای اصلاحات جامعه جهانی باید بده، ولی نمیتونن مستقیما دکته بکنه مسائلی که در رابطه به مسئله حقوق بشر افغانستان در اینجا، چون این مربوط به خود مردم افغانستان است، نظامی که در اینجا حاکم بر حوزه هست، در قلمرو داره، نفوذ داره، حاکمیت داره، حکومت داره. بنان این مربوط به اینا میشه که چگونه بتونه حقوق شهروندای خود مطابق به قوانین موضع کشور و قانون و اصول شریعت ای تامین بکنه، این مربوط به خودشان میشه. ولی انواره در رسانه ها درس کرده تو که حقوق بشری، نه حقوق بشر، جامعه جهانی مسئله حقوق بشری را مطرح کردن در اونجا. خب وقتی که حقوق بشری را مطرح میکنه، اگر امارت اسلامی حقوق بشری را دقیقا در چوکات طور نظام بین الملل در نظر نگیره، نمیشه که جامعه جهانی اینا را اجازه فعالیت بده، نمیشه که جامعه جهانی به یا نقش قائل باشه که یا بتونه نقش خود را به شکل اساسی بازی بکنن. چرا؟ یگانه یکی از قواعد اساسی در اصول روابط بین المللی است که هیچ حکومت و هیچ دولت، حکومت به صورت خاص، دولت به صورت عام، نمیتونه نقش خود در سطح بین المللی در نظام بین الملل ایفا بکنه مگر اینکه او به رسمیت شناخته باشه و تمام کنوانسیون‌های مربوط به نظام بین الملل و قوانینش نه تنها احترام و رعایت هم بکنه. روی این ملحوظ مسئله حقوق بشر مطرح میشه. ولی اگر در رابطه به مسئله شکل گیری حکومت که چه نوع حکومت باشه، همه شمول باشه، غیر همه شمول باشه و احمد باشه و محمود باشه و قلبی باشه و مقصود باشه، این گپی است که مربوط به خود طور کسایی هست که تشکیل حکومت کردین، در قلمرو که تشکیل حکومت میکنه، نه تنها افغانستان، هر کشوری که باید باشه. این مربوط به امور داخلی شده، این صریحا یک مداخله است در امور داخلی یک کشور که کسی در رابطه با نوع نظام، در رابطه با ساختار نظام، در رابطه با اینکه چه کسایی باید باشه تو دکته کنه این مسئله بگه، ولی اون مسئله با این فرق میکنه. درست. حالا به نظرتان همین روابط موجود امارت اسلامی را چونه بررسی میکنین با دنیا در ده ماه گذشته پس از ده ماه حکومت داری؟ آیا فکر میکنین که همین روابط بهتر شده؟ آیا مسیر به رسمیت شناسی افغانستان با ده ماه تلاش تسهیل شده یا خیر؟ متاسفانه باید گفت امارت اسلامی به جایی که از تاریخ گذشته افغانستان درس میگرفت که تاریخ افغانستان، گذشته افغانستان چگونه یک تصویر خشن به مردم افغانستان داده، بزرگترین خطری را که بر ما تاریخ گذشته افغانستان ایجاد کرده که امروز ما ملت دولت نیستیم. باید اینا دولت همه شمول معنادار تشکیل میکردن و همون دولت مکلفیت و مسئولیت پیدا میکرد تا ملتی که واقعا تعامل با خود و با جهان میکرد شکل میگرفت. وظیفه دولت هاست که کار میکنن. متاسفانه تاریخ تکرار شد، ولی امارت اسلامی با گذشت بیشتر از ده ماه نتوانست هم روی کردهای تعاملی خود داخل کشور تنظیم کرد، نتوانست و هم دست بین المللی روی کردهای تعاملی که بتونه با جهان تعامل بکنه و خود را بزمانه این تنظیم ترتیب نکردن. این روی کردها از کجا آغاز میشد؟ اولی بار ما یه گپ گفتیم، هرچند که سوال ها هم تکرار است و پاسخ هم باید تکرار باید باشه، بار ما یه گپ گفتیم ارتباط مسئله مشروعیت
مسئولیت این مسئله که خب یگانه راه حل منطقی این قضیه می بوده که حوزه منابع را اول تشخیص میکردن. ما تنها با تعامل با جهان نیاز نداریم در عرصه سیاسی، ما لازم است که ما تمام عرصه ها را متوجه باید باشیم، عرصه های سیاسی را، اقتصادی را، اجتماعی را، فرهنگی را، تا ثبات برقرار شد امنیت پایدار بیا که بستر به توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایجاد شود. لازم بود که اول یا اوزی منابع را تشخیص میکنن در تمام عرصه ها، بعد از تشخیص اینا یک نهاد سیاست گذاری را یا یک شورای اسلامی را، همون قسمی که نظام سیاسی اسلام سه تا اصل داره، و موجه مراجعه میکنند. سه اصل اساسی نظام سیاسی اسلام هم است که اول شورا است، دوم امارت است، سوم عدالت است. با اساس نمود سه تا اصل اول یا شورا را تشکیل میکنند. شورا را از متخصصین، از اصل تخصص، کسایی که تخصص داشتن، بر قومی که تعلق داشتن، بر جریانی که تعلق داشتن، بر هر سمتی که تعلق داشتن، بر اساس مشارکت سیاسی و مشارکت ملی شورا را تشکیل میکنن. این شورا مکلفیت داشت که تمام یافته ها و داده ها تمام عرصا تجزیه کنه، تحلیل کنه، بیان کنه. بعد شورای تصمیم گیری که زیر چتر امیر حرکت میکنه، او تصمیم گیری از دست امیر قرار داره، او شورا تصمیم میگرفت که فرایندش ما میتونستیم که بگوییم که ادامه میکردیم یا میگفتیم به زبان میآوردیم که فرایند عادلانه داره که عدالت سرتاسری در افغانستان تامین میشد. متاسفانه ما نه شورای به خاطر تجزیه و تحلیل یافته ها و داده ها داریم، نه هنوز شورای عالی تصمیم گیری که درش امیر باشه او تصمیم بگیره داریم. پس وقتی که دو شورا وجود نداشته باشه، چگونه میتونیم که عدالت اجتماعی در یک قلمرو که سالها عدالت زیر سوال رفته اینجا تامین میشه؟ روی این ملحوظ ای کارهای خانگی را امارت اسلامی تا کنون تا دم و فرصت ها را عدز داد ایرا انجام ندادن. هنوزم این چالش هایی که فرارایشان وجود داره میشه که چالش ها به فرصت تبدیل بکنن. هنوزم وقت زود است که میشه که این کار انجام بدن. متاسفانه باید گفت که نشست اخیر هرچند یک نشست خودمانی بوده، یک نشست خودی بوده، نشستی بوده که تنها با علمای دین با یک بخش و با یک لایه با یک رشته تعلق داشته و یک کسای دیگه هم که اواخای مربوط به امارت اسلامی که با مجاهدین هم کاری کردن، این لایه های اجتماعی متنوعی در اینجا وجود نداشتن. انتظار میرفت که در اینجا یک سری گپ های دیگه که بسیار اساسی است که بستر به تعامل ملی و بین‌المللی ایجاد بکنه سرش بس میکردن، سرنوشت اعضا سرش بس میکردن، قانون اساسی سرش بس میکردن که ما این خلاها را تکمیل میکردیم. متاسفانه سر مسائل بس صورت گرفت که او هم نمیتونه در کمک بکنه، یاری برسونه امارت اسلامی در رابطه با مشروعیت ملی بین‌المللی. سپاسگزار هستم. آقایی که عدالت جو، شما پیشتر در صحبتهایتون اشاره کردین که جامعه جهانی هم نگرانی هایی که داره، حالا میخواید که با ابزار حقوق بشر بیشتر به او بپردازه. همین خواسته های اصلی جامعه جهانی چی است که حال شما فکر میکنین با ابزار دیگه میخواید روی از او بتازه، اما در پشت پرده میخواید منافع خاص خودش را به اجرا بگذاره؟ ببینید، همونطوری که تاریخ نشان داده گذشته ها ثابت شده و به اثبات رسانده ای که قدرت های بزرگ متاسفانه از کلمه حقوق و بشر و موضوع حقوق و بشری اینا یک سوی استفاده ابزاری میکنن. ما در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم، مثلا همین لحظه ما در بحرین یک نظامی داریم بسیار مستبد، حقوق اقلیت‌ها را رعایت نمی‌کنه. امارات متحده عربی و خیلی از کشورهای دیگه و خیلی از جاها در گذشته ما داشتیم که وقتی که منافع قدرت‌های بزرگ اگر در نقض حقوق بشر ایجاب کنه، حقوق بشر بی‌معناست. اگر زمانی که نه اونجا منافعش هنوز تامین نشده، با ابزار حقوق بشر میپردازه به دفاع از منافع خود و دنبال منافع خود میگرده. همین خود افغانستان ما دور نمیریم، در خود افغانستان ما همین 20 سال حضور ازیا، ما اینا با چی شواری وارد افغانستان شدن؟ با چی کلمات زرق و برقدار و شیرین و جلاداری، با چی کلمات جذاب وارد افغانستان شدن؟ حتی همسایه ها فکر میکردن دیگه افغانستان بهشتی منطقه میشه با او کلماتی که ایا استفاده میکردن. ولی ما دیدیم که در افغانستان بعد از 20 سال با چه شکل، مثلا نه تنها هیچ چیز در افغانستان، نه
نه به دنبال دولت سازی گشتن، نه دنبال ملت سازی، هنوز تفرقه افگندن، هنوز دخالت کردن، هنوز زیربناهای اقتصادی بله. فرض کنیم آقای عدالت‌جو، حقوق بشر یک ابزار است برای جامعه جهانی، مشخصا دنبال چی هستن؟ مشخصا بدون شکی به همه شما معلومه چیز واضح است. ببینید اونا در دنیا، در منطقه، در هر جای مثلا سیاست های خودشان، اهداف خودشان دارن. اما طوری که متاسفانه افغانستان از دیر زمانی حائل بین دو قدرت، گاهی بین انگلیس و روس و تزار، گاهی با هم بعدنشان بین امریکا و روسیه یا شوروی، بعدنشان روسیه قرار داره و این متاسفانه این منطقه همیشه منطقه رقابت منافع قدرت های بزرگ و بعد در این عصر زمان کنونی در این اواخر ما میبینیم که حتی زمین میدان رقابت کشورهای منطقه هم تبدیل شده. بنابراین حالا درست است که میدان رقابت تبدیل شده یا کشورها میخواین استفاده استخباراتی و ابزاری بکنن، اشاره میکنم اهداف خاص همین قدرت ها چی از در حال حاضر در افغانستان؟ اهدافشان ببینید، اهدافشان قدرت های بزرگ، اهداف توسعه مثلا رقابت با رقیب است که مثلا رقابتی که با در منطقه دارن، مثلا فرض مثال امریکا رقابت با چین داره، رقابت با روسیه داره، برای مهار حریف خود مثلا میاد در منطقه نیاز داره که حضور داشته باشه، برای مثلا بلعیدن و به غارت بردن ثروت منطقه ای افغانستان بدون شک یک کشور بکر و دست ناخورده باقی مانده، مثلا اهداف اقتصادی دارن، اهداف سیاسی دارن بله. در اما این اهداف از اینا خب حداقل نباید افغانستان به یک جغرافیای قرون وسطایی تبدیل بکنه در یک حالت که هیچ کشور مثل ما زجر نمیکشه، باید حداقل ما بتونیم استفاده خود را بکنیم. چرا فکر میکنین که افغانستان با در نظر داشت از یکی از جانب این قدرت ها استفاده میشه، منافع خود را میبرن، اما هیچ تغییر در وضعیت خود ما نمی؟ ببینید من فکر کنم این امر ریشه در سیاست های قدرت های بزرگ داره. بیشتر نابسامانی و بحران افغانستان ریشه در سیاست های کشورهای منطقه دارن. اول کشورهای منطقه چون منافع خودشان در افغانستان از رای نامشروع دنبال میکنن، از رای استثماری دنبال، استعماری دنبال میکنن، پس اونا فکر میکنن در افغانستان اگر یک نظام ضعیف باشه بیشتر میتونن به منافع خودش، مثلا ما داریم بحث آب داریم، بحث مسائل ترانزیت داریم و دیگه، بالاخره یک نظام دست نشانده باید در افغانستان تحت کنترل خودشان داشته باشن و قدرت های بزرگم در اینجا متاسفانه به یک نیروی نیابتی میبینیم که ما هر از گاهی گروه های متعدد و مختلف جنگی را در افغانستان سازماندهی میکنن، مثلا شکل میتن تابوت گروه رهبران جهادی بودن، بالاخره به سرنوشتشان به کجا منتهی شد، بعد مثلا گروه های دیگه پیدا، حالا داعش پیدا شده، بالاخره قدرت های بزرگ هم در این منطقه به خاطر پیشبرد سیاست های منطقه ایشان برای رسیدن به اهداف خودشان برای یک نیروی جنگی نیابتی، برای یک افغانستان آشفته ضعیف نیازمند. ممنون آقای عدالت‌جو. آقای نوزاد، میخوایم از شما داشته با شما، قدرت های جهانی و منطقوی دنبال حاکم شدن یک حکومت ضعیف در افغانستان هستند؟ دقیقا این سوال شما هم رابطه در مسائل داخلی داره، هم بیرون از کشور داره. من میخوایم تکرار بپردازم به جنسیت بحران افغانستان که او ریشه در مسئله داره. بحران افغانستان بحران نیابتی و استخباراتی است و پیشینه تاریخی داره. آنچه که مربوط به بیرون کشور میشه، آنچه که به داخل کشور رابطه پیدا میکنه، این برگرفته از افتراق اجتماعی سیاسی است که افتراق اجتماعی سیاسی توسط حکام گذشته افغانستان دنبال شده و ریشه در انحصار قدرت، تمامیت‌خواهی قومی و تعصب و تعویض و سیاست وابستگی و غلامی و مزدوری داشته و دارد.
روی این ملحوظ در طول تاریخ ما نظام مستقلی را که به اراده خود ما تصمیم گیر باشیم خود تصمیم بگیریم نداشتیم. از این خاطر است که چون جنگ نیابتی است استقلال کشورها به خاطر دست یافتن به منابع و منافع اهداف اساسی و استراتژیک کل کشورها همی است که چگونه در کره خاکی به منابع و منافع دسترسی پیدا بکنند به خاطر دسترسی به دست بله، اما بحثی است که این منابع و منافع در این دنیای بزرگ در هیچ جای دیگر نیست که همگی علاقمند به افغانستان شده. افغانستان خو سه نقطه متشنج در سطح جهان وجود داره که از این سه نقطه چند مؤلفه داره. مثلا یک سلسله مؤلفه‌هاش همون طوری که بیشترم خدمت شما عرض کردم مؤلفه‌ای است که به اساس منافع ملی است. یک سلسله مؤلفه‌هاش هستن که متاسفانه و ابزار نفوذ بیگانه ها شدن. بیگانه ها میخواین از او به عنوان یک ابزار استفاده بکنن تا برای نهادینه کردن نفوذشان و یا به اصطلاح عامیانه امو جابجا کردن مهره های انتخابی خودشان. ببینید ما گفتم که ما در مورد نیت که در نیت بیرونی کشورهای بیرونی را در مقابل منافع ملی افغانستان ما بر شک داریم، اونا بدون شک دنبال منافع ملی خودشان هستند و در سیاستهای خودشان منافع ملی افغانستان هیچگاه جا نمیتن، اساس قرار نمیتن، حتی سهم نمیتن، نقش نمیتن، در نظر نمیگیرن، بلکه و سیاستگذاریشان به اساس منافع ملی خودشان است و از این کلمات به عنوان ابزار استفاده میکنن. اما اگر ما واقعا بیاییم که امی مسئله را امی کلمه را به معنای واقعی در داخل ما امی مسئله را مؤلفه‌های داخلیش برش بپردازیم و مؤلفه‌های داخلیش برش جواب بتیم، یک حکومت یعنی به یک کلمه که ما یک حکومت وحدت ملی یک حکومت یک پارچه داشته باشیم که حمایت اقشار مختلف جامعه افغانستان با خود داشته باشه، پس اینجاست اول باید ما اگر بخوایم به دنبال یک دولت مشروع بگردیم، به دنبال یک نظام مقتدر بگردیم، اول باید ما مشروعیت داخلی را شکل بدیم. مشروعیت داخلی که شکل گرفت بدون شک این خودش یک مؤلفه قدرت ملی است. اما چطور ممکن است همین بحث مشروعیت که شما به او اشاره میکنین بدون حضور داشته تمامی طرف ها و جناها شکل بگیره؟ ببینید اولا خب برای همه ما میدانیم که برای شکل دادن نظام مردمی فرایندهای مختلفی وجود داره، هم در اسلام هم در خارج از اسلام. مثلا ما در دنیای دموکراسی امروز که مثلا از او استفاده میکنن، بهترین نظامی که مورد نظامی که میتونه مورد پسند همه مردم باشه و او مشروع باشه اون نظام انتخاباتی است. نظام انتخاباتی در اوج ارادی هر فرد در اوج تمثیل شده، هر فرد اوج ارادش نقش داره در سرنوشت خودش مثلا اعمال اراده میکنه. بنابراین پس ما باید بریم به طرف حکومت انتخاباتی، ما باید اول بریم به طرف کسب رضایت مردم. شما ببینین احمدی صاحب، ما امی 10 ماهی که از امارت اسلامی گذشته از واقعیت نگذریم، جز از این که تمام وقت چسبیدن به دست و دامن خارجی ها که حالا ما را بشناسی نرم یا یک کوچکترین توجه در داخل نکردن. ببین فشار اقتصادی بر مردم چند برابر شده با کمال بیتوجهی بی‌اعتنایی. مثلا فشار شما ببینین عفو عمومی مگر اعلام نشده، هر روز در هر گوشه مثلا مجازات صحرایی، اعدام ها، نقض حقوق و بشر. در کجا مثلا؟ مثلا ما هر روز از طریق شبکه میشه میکنیم در فلان جا مثلا نه بگونه این مستند در کجا افسر مثلا از این شبکه اجتماعی هر روز ما یه لحظه چیز بله شبکه اجتماعی نمیتونم من بیباشم. خب ما غیر از او ما داریم، مثلا در غیر رسانه‌ایش هم داریم، ما رسانه‌ایش هم در سطح رسانه ما خیلی داریم، ما متعددشه. مثلا کدام؟ مثلا ما امی چند وقت پیش که امی افسر قائم بود نه وزارت داخله او را داشتیم و فعلا بس که متعدد از معمی لحظه حضور چیز ذهن نداره، ولی ما هر لحظه بس که زیاد از ما از تشکر. ببین
و گذشته از او ما نقض حقوق ما ببینیم مثلا هر حتی حالا شاید مداخله گونه باشه یا حقیقت باشه نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد در هر جای ایران تایید میکنه که مثلا نقض حقوق بشر به شکل گسترده صورت میگیره. ببینید این بی‌توجهی ما باید اگر بخوایم ما باید ببین واقعا اگر بخوایم من به این فکر هستم که امارت اسلامی امروز متاسفانه نمیفهم به چه دلیل به چه شکل در راستای مثلا منافع دیگرها در راستای سیاست گذاری های قدرت های بزرگ و منطقه حرکت میکنه. اگر نی خوب بیایم ثبات داخلی را شکل بدیم، بیایم یک پارچه شویم، اما مثلا وقتی یک مش شدیم ما اون وقت است که یک نظام شکل دادیم، یک نظام مشروع. بعد اون وقت هیچ کسی بر ما حرف اعمال نفوذ کردم نمیتونه حرفی هم به گفتن بر بالای ما نداره. بسیار تشکر خواهی تلاجو. آخوی نوزد، جامعه جهانی از افغانستان چیز را میخواه به نام حکومت همشمول؟ موضوعی که تا هنوز خودشون یک تعریف واضح از اون نداره. هر کشور یک استنباط خاص از این مورد داره. و امارت اسلامی هم میگه که جامعه جهانی و هر کشوری که وجود داره میتونه روابط خوب با افغانستان داشته باشه، اما در امور داخلی نباید مداخله بکنه. آیا به این مرحله رسیدیم که حال دیگر یک بنبست است و خواسته که جامعه جهانی داره در حال حاضر از امی حکومت نمیتونه مورد عملی قرار بگیره؟ مشکل اساسی در جایی است که می بایست امارت اسلامی سیاست داخلی خود مدون می ساخت و اسلام سیاست خارجی خود تدوین میکرد. دستگاه دیپلوماتیک خود فعال میکرد که میتونست قواعد بازی در سطح جهان در رابطه به حکومت مشمول معنادار تغییر بده که متاسفانه چون این کار را نکردن. من میخوایم به خاطر اینکه بار باری گپ گفتیم یک بار دیگه از حکومت های کرکس تعریف میده تعریف بدیم. حکومت مشمول از دید کشورهای مغرض امسایه و خارج از امسایه منطقه، کسایی که مغرض هستند چه از زیر چنبر اسلام چه خارج از چنبر اسلام، اونا مغرض هستند. اونا میگن که حکومت مشمول حکومتی است که ستونای پنجمشان در ساختار شکل حضور پیدا کنه. اونا یعنی جاسوس های کشورهای مغرض در حکومت مشمول باشه. حکومت مشمول معنادار است، طالبان را ما به رسمیت میشناسیم، همین جاسوس های ما را دوباره پس جای بدن. یک این تعریف حکومت های کشورهای مغرض همی هستند. بعضی کشورهای دیگه که تقریبا او هم مغرض هستند ولی در پای منافع خود هستند، اونا بس اقوام مطرح میکنن، چنانچه ما کندکای قومی رو در گذشتهم داشتیم، جزرهای قدرت قبلا داشتیم، 50-50 تقسیم کردیم، نه ملت ساخت نه دولت ساخته شد، درد من درمان نشد، بالاخره عمو دزدا رزنا مثل قمارباز پتو خود تکاندن، بکسای خود پر کردن، از رئیس جمهور تا کل کابینش خیستن رفتن. او بعضی کشورها حکومت معنادار همشمول میگن که حکومت قومی است، این تعریف میدن. امارات اسلامی چه تعریف داره از حکومت مشمول؟ اینا میگن که بیادر گپای شما درست نیسته، حقیقتا میگن گپایشون درست نیسته، مداخله میکنین شما. ما حکومت مشمول داریم، حکومت مشمول از منظر طالبا یعنی حکومتی که در تصمیم گیری کوش مولوی صاحبا ملا صاحبا نقش داشته باشه و این ملا صاحبا مولوی صاحبا مختص به امارات اسلامی باشه، با کدام تنظیم دیگه تعلق نداشته باشه. هر مولوی صاحب ملا صاحبی که مربوط به تحریک اسلامی بود در جهاد 20 ساله در صف امارات اسلامی قرار داشته، امی میتونه حکومت مشمول امی است در هر پوستی که قرار داشته باشه، از وزیر تا مدیر امی حکومت مشمول است، معنادار پیش زیاد. ولی ما یک حکومت از عادت حزب آما حکومت مشمول معناداری که ما بار بار مطرح کردیم، ما چه تعریفی داریم برازی و این تعریف در میوره منافع ملی است؟ بله، حزب آما از حکومت مشمول به شکل معنادار تعریف داره. ما حکومت مشمول فراگیر با قاعده وسیع حکومتی را مطرح میکنیم که او بساط سه تا اصل اساسی شکل بگیره. اصل اول تخصص، اصل دوم مشارکت سیاسی، اصل سوم مشارکت ملی. وقتی که تخصص میگویم به هر قوم و هر جریانی که تعلق داره متخصص باید باشه. وقتی که مشارکت سیاسی میگیم اعضاب هدفدار سیاسی که جنایت نکرده اونا شریک باید باشن. وقتی که ما مشارکت ملی میگویم نخبگان ملی که اصلا جفا به قوم نکرده اونا باید وجود داشته باشند. در میوار منافع ملی همچه حکومت شکل بگره، این میتونه فرایند تصمیم گیری همچه حکومت فرایند بسیار خوبی باشه که واقعا ما را از این حالت بکشه، بنبست بشکنه. در غیر از او تا وقتی که بساط سه اصل، این شما شاهد باشین 10 سال دیگه هم تیر شوه، بساط سه تا اصل حکومت مشمول معنادار تشکیل نشه، این شکل تعریفایی که کشورهای مغرض میتن یا امارات اسلامی میتن، این درد مردم درمان نمیکنه، فرایندش بوران است، بوران است، بوران است، ما را وارد فازای جدید بوران میسازه، میبره ما را به طرف جنگای داخلی و جنگای داخلی ما را میبره به طرف بله. یعنی مهم
مهمترین موضوع در حال حاضری است که تا قدرت و ثروت به گونه دقیق و متوازن بین تمامی اقشار توزیع نشه، ثبات در افغانستان حاکم نخواهد شد. دقیق است این مسئله. حکومت معنادار به شمولی که ما مطرح میکنیم این میجاست که ثروت قدرت به صورت متوازن و عادلانه تقسیم میشه. وقتی که ما میگیم که نه حکومت به حساب قومی باشه، یعنی کسی که تیکه‌دار قوم است، او قدرت ثروت تقسیم نمی‌نشده و تجربه کردیم و افتراق اجتماعی دامن زده میشه. وقتی که ما میگیم نه کلش مولوی صاحبا باشن، نرو به یک تنظیم باشن، این هم قدرت ثروت عادلانه تقسیم نمیشه. وقتی که میگیم جاسوس های خارجی باشه، جاسوس در پای منافع بادارش هسته، در پای منافع ما نیسته، منافع ملی زیر سوال میره. وقتی ما ثبات اجتماعی در افغانستان شکل میگیره، صلح پایداری که بستر به توسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایجاد بکنه که ما را از این منجلاب بکشه، هم با خود نگیم هم با مسو هم با جان. اما بحثی است که وقتی که شما این مورد تشریح میکنین، به این جاسوس های کام اشاره میکنین یا میخواین که در قدرت شریک باشن، کسانی که بر اساس گفته های شما دزدی کردن و از کشور فرار کردن، اونا میخواین در این قدرت شریک باشن، و کسانی که حالا به گفته بعض از تحلیلگران تمام قدرت را در انحصار دارن، اونا میخواین شریک باشن. چه فرمول میتونه همین تقسیم را به نحوه که بر همه طرفا قابل قبول باشه انجام بده؟ من پیشنهاد میکنم به شکل دو بودی. بودی اول پیشنهاد مربوط به امارت اسلامی میشه. اگر امارت اسلامی واقعا میخواد که به افتراق اجتماعی بپان بتن، یک نظام قابل قبول مستقل شکل بتن و این دستاورد کاملا منحصر شود به امارت اسلامی، که امارت اسلامی همچه یک بسترسازی در افغانستان کردن، اینا با سه سرتجاه دیگه دست ندن. با مرتجینی که در مقدر نظام های قبلی آمده که مرتج از مکتب اسلام بوده، از مکتب کمونیسم بوده، از مکتب دموکراسی بوده، به این مرتجین دیگه قطعا دست نتن، این مرتجین برش نفرین بگن. بله، اما این هستن ناقض نوزد که نظام را تهدید میکنن، در بعض از مناطق حمله های مسلحانه میکنن، یک تهدید حساب میشن در حال حاضر. دقیق است. وقتی که این دشمن منافع مردم افغانستان، دشمن مردم افغانستان هستند و طالبان تشخیص بکنن، من که در مقدمه گفتم کوزی منابع تشخیص کنن، وقتی کوزی منابع ما تشخیص میکنیم، میبینیم که نیروهای خودی که بر محور منافع ملی عمل میکنه سیاسیون کی هستند و کسایی که بزد منافع ملی کی هستند، مردم را بسیج بکنن، مردم به مردم پشت نکنن، به عذاب هدفدار پشت نکنن. همی عذاب هدفدار و مردم از جامعه مدنی است که یارا سپورت میکنه در پولشان، یقینا که به جسا بمشون پوند میشه. وقتی که اینا از یک طرف مردم پشت به مردم پشت کردین، به عذاب پشت کردین، و از طرف دیگه خود شان به تنهایی قادر نیستن، امنیت فیزیکی زیر سوال میره میاله، قادر نیستن، یقینا که این کسایی که دیروز دارایی بیت المال را تاراج کردن و امروز هم دوباره پس میخوان که اونم چیزی که جمع کردین لا حقل میگه که نتونم در قدرت شریک کوم، مسئول باید باشم که اونم دارایی بادآورده را من آزاد مصرف کنم، از من که حساب نگیره. امارت اسلامی نه تنها برای یا مجال نته بستر به مردم ایجاد که مردم از یا ضرر در حساب بگیره. بسیار تشکر آقای عدالت جو. حالا وقتی که این بحث راجع میشه به مقامات امارت اسلامی، اونا میگن که ما حکومت همه شمول داریم و حکومتی که تمامی اقوام افغانستان از هر جنای ممکن در او حضور دارن. شما صحبت های آقای امیرخان متقی را در فرم آنتالیای ترکیه شنیدین که گفتن اگر حکومت گذشته همه شمول بوده، پس حکومت ما هم همه شمول، از جز رهبری حکومت که بیشتر از 2% حکومت هم نمیشه، تمامی اقشار دیگر در این حکومت حالا هم حضور دارن و کار میکنن. ببینید حکومت همه شمول اموطوری که برادرم هم به او پرداختن که بله، اینا از حکومت همه شمول تعریف خود دارن، اموطوری که عرض کردیم که پرداخته شد که اینا مثلا حکومت همه شمول پیش از این معنی را داره که همهش از علما باشه و از امارت اسلامی باشه و از نقاط مختلف افغانستان باشه، پس حکومت همه شمول است. ببینید حکومت همه شمول ای را ما میگیم که ما باید ببین اصلا این مفهوم داره که مردم افغانستان همه لااقل حد اکثر مردم افغانستان باید از این نظام حمایت بکنه. خب اگر به قول امارت اسلامی چنین است، به خاطر تست امی یک بهانه شده، میگن که این حکومت همه شمول نیست. اگر امارت اسلامی کدام ترسی نداره، چرا نمیره به طرف انتخابات؟ چرا انتخابات برگزار نمیکنه؟ ایمی یک فیلتری است که اثبات میکنه که نظام چگونه است. وقتی حد اکثر آمدن از نظام حمایت کردن، دیگه مثل آفتاب همه چیز واضح و روشن میشه که این نظام دیگه چیز ولی در او نظام باقی نمیمانه، همه چیز بیان میشه که این نظام حد اکثری است تا
طبق امو قوانین همه جنا جانب دیگه نظام همه شمول است. ببینید اینمی تاکید از اول امارت اسلامی داشته و همیشه گفته که ما در این تغییر میاریم. ببینید ما میگیم که بیاین ما از امی فرصت استفاده بکنیم، بیاین ما امی بردمی بعد از چهار دهه بهترین فرصت در اختیار قرار گرفته که او به این دلیل است که دشمنای افغانستان نسبت به هر زمانی دستشان کوتاه شده، بیای از امی فضا استفاده بکنیم، بریم به قدرت نچسبیم. ببینید ما بارها گفتیم که ما خو مسلمان هستیم، عزت و ذلت به دست خداست، اما طوری که در گذشته ما ادعا می کردیم که ایثار کردیم، فداکاری کردیم، با مو ایثار فداکاری خود ادامه بدیم و عزت و ذلت خدا از خدا توقع داشته باشیم. و مهمتر از همه بیاین که ما بالاخره بار یک بارم گشاده ثابت کنیم که نظام اسلامی میتونه یک حکومت مردمی داشته باشه، میتونه یک دولت با معنای کامل باشه، چنانچه که در دنیا امروز متاسفانه اسلام این چیز است که امین نکته را ما شروع کنم که در دنیا متاسفانه این تو یک ذهنیت وجود داره که مسلمان ها هیچ تجربه حکومت داری ندارن، اگر دارن هم بسیار حکومت جابر ظالم و نامشروع. سوال دیگه هم از شما دارم، اما پیش از آن وقفه کوتاه. بدامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای عدالت جو، حداقل تحلیل امارت اسلامی است که در حال حاضر بودجه کافی برای برگزاری انتخابات نداریم، شرایط بر انتخابات مساعد نیست و باید دنبال راه های بدیل باشیم. راه بدیل که در حال حاضر به جای انتخابات میتونه مشروعیت به گونه واقعیش برای حکومت حاکم ببخشه چی است؟ مشروعیت بر نظام حاکم اموطوری که بارها همه تاکید میکنن و ما هم همیشه به عنوان یک عضو این جامعه تاکید کردیم که حمایت مردمی. حمایت هم در ابعاد مختلف مطرح میشه که باید نظام امارت اسلامی در همه امور اموطوری که مسئولیت اسلامی داره، اما طوری که مردم از او توقع داره به عنوان نظام اسلامی، باید مطابق روحی اسلامی باید با مردم برخورد داشته باشه، باید با مطابق روحی اسلامی به نظام پردازی بپردازه، به نظام سازی بپردازه. ببینید متاسفانه ما اگر در همه ابعاد امروز بررسی کنیم، بود اقتصادی، بود سیاسی، بود نظامی، امروز به صراحت میتونیم بگوییم که کاستی های بسیار شدیدی وجود داره، حتی از گذشته هم که بدتر شده. ببینید مثلا امی واقعیت سخنی است که در خیلی حوزه ها ما امروز از گذشته کده کاستی های زیادی داریم. بله. یعنی رفتیم وضعیت ما از گذشته کده بحرانی تر شده. خب این طبیعتاً انعکاس منفی داره در جامعه. پس ببینید وقتی مردم در هیچ زمینی عکس العمل نظام خودشه مثبت و مردمی ندانه، این بدون شک بین مردم و نظام فاصله ایجاد میکنه و نظام حمایت مردمی خود از دست میده. وقتی که نظام حمایت مردمی خود از دست داد، بدون شک که امو سوال شما دیگه حکومت هم شمول شکل نگرفته. پس بنابراین ما باید در همه ابعاد تلاش بکنیم، نظام مثل امارت اسلامی باید تلاش بکنه که حمایت مردم جلب بکنه، رضایت مردم جلب بکنه در همه حوزه، چه سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی. من همین لحظه یک عکس العمل نمیبینم، یک عکس العمل به طور نمونه ندیدم که فرض مثال بگیم. حالا همین شما مثلا یک نمونه شه، از دمی ده ماه تمام تلاش امارت اسلامی هر چی که ما میبینیم همی است که
تمام تلاش خود انجام داده که رضایت جامعه بین الملل کسب کنه. او بده تو تلاش کو رضایت مردم خودت کسب کو. متاسفانه در طول تاریخ وضعیت نظام سیاسی افغانستان همچنینی بوده، همیشه مردم کنار گذاشته شدن، با قدرت‌های بزرگ آویزان شدن، حمایت قدرت‌های بزرگ داشتن، از وا حمایت مالی شدن، حمایت سیاسی شدن، حمایت و مختلف شدن و هیچگاه برای مردم افغانستان کسی حق قائل نشده و تا ال حالا وضعیت همینطور است. اگر باز یک نکته آخر تکرار میکنم که همیشه تکرار کردیم، تا به مردم افغانستان تکیه نشه، قدرت ملی شکل نگیره، هیچگاه در افغانستان ثبات آمدنی نیست. ممنون آقای نوزاد. حالا چگونه باید قدرت ملی تشکیل شود و چگونه به گونه لازم و گونه ای که نیاز از حمایت مردم افغانستان جلب شود و همه یک صدا بریم به سوی حکومت یک پارچه؟ ببینید، ما با چند تا بحران بسیار مهم مواجه هستیم. اول بحران اعتماد بین سایر اقوام، دو بحران زعامت، سه بحران انتخابات، چهار بحران ثبات پایدار. به این بحران ها ما زمانی پایان داده میتونیم که یک مرحله گذار است سپری بکنیم. بله، مرحله گذار، چنانچه ما قبلا چنین طرحی داشتیم، متاسفانه سبوتاژ شد ولی بقات خود باقی است. یک مرحله گذار ما سپری کنیم. دو تا گزینه را ما پیشنهاد دادیم، بار دیگر تکرار میکنم به امارت اسلامی. گزینه اول، حکومت هم شمول منادار هم قسمی که پیشتر ما تعریف دادم. بله، اگر همونطور یک حکومت شکل بتن، بستر ایجاد میکنه برای ای بوران، یعنی بستر به انتخابات فعلا نیست. اما تو یک حکومت هم شموله با یک قید زمان یک ساله یک نیم ساله به وجود بیارن، هم شموله که بتانه وظایف کارخانگی خود انجام بده، بستر اصلاحات در نظام انتخابات بره، قانون اساسی تعدیل به وجود بیاره، تو زمینه مسائل چه برای صلح پایدار. بله، اما چگونه میتونه همی اعتبار صورت بگیره، همین اعتماد صورت بگیره؟ حالا در کجا مثلا در تاریخ افغانستان حکومت سرپرست ایجاد شده که بعدا همین زمینه سازی ها را به خاطر یک حکومت دائمی انجام داده باشه؟ اگر تعهد وجود داشته باشه، مثل آقای کرزی که حکومت موقت انتقالی و بعد دو انتخابات هم به شکل جدی که خودش اعتراف میکنه، اگر از امو چینل ما عبور نکنیم، از امو کانال عبور نکنیم، تاریخ تکرار نکنیم، یقینا که در یک مرحله گذار متعهد شوند که بیادر بعدن ما کاندید میتیم، همین مرحله را ما سپری میکنیم، همین دین تاریخی ما داریم، بستر به انتخابات ایجاد میکنیم. من میپذیرم که بستر به انتخابات نیست و نظام انتخابات با تسلا شوه، این دموکراسی اکثریتی نتیجهش منفی بوده، میتونیم که ما تکیه کنیم، نظام اصلاح کنیم، بریم به طرف دموکراسی توافقی. بله، که همون قسمی که پیشتر فرمودین شما که تو قدرت ثروت به شکل متعادلش تقسیم شوه، در دموکراسی اکثریتی جعل است، تقلب است، در قدرت ما تجربه داریم بشه دیگه، نظام انتخابات اصلاح شوه. تا که نظام انتخابات اصلاح نشه، رفتن به طرف انتخابات گناه است، اشتباه است، تکرار تو بشه تاریخ نمیاد و به صلح هم پایدار هم وجود نمیاد. این مرحله گذار، اول حکومت هم شمول منادا به مو شکل، اگر توانمندی گپ نداره نیکار کار نمیتونن، یا خود گذری نشان بدن. در کابل حماد این زمینه را مسئول که این حاکم هستن، حکومت دارن، حاکمیت دارن، زمینه را مسئول کن به بی‌طرفا که یک نظام موقت شورای بی‌طرف برای 1.5 سال 2 سال به وجود بیاد، همین وظایف کارخانگی را او انجام بده، انتخابات زمینیش مسئول بکنه، قانون اساسی تعدیل شوه یا اثر مصوبه شوه، دوباره پس در یک جرگه در یک نشست با تصویب برسه. بعد از اینکه ما به طرف انتخابات بریم، یک زعیم قابل قبول که به بوران زعامت ما پان بدیم، از دریچه انتخابات ما داشته باشیم. ولی متاسفانه باید گفتن نشست دیروز و پریروز مسئله انتخابات کاملا به او نگفته شد. بله، و اگر به این موارد رسیدگی نشه، همین وضعیت ناهنجار فعلی افغانستان چقدر دیگه میتونه دوام کنه؟ این وضعیت بیشتر از 2 ماه 3 ماه اگر همین شکل باشه، بیش از بعد از 2 ماه 3 ماه ما را وارد فاز جدید بحران میسازه، فاز جدیدی که جنگای داخلی در افغانستان تشدید میشه و این جنگای داخلی را باس میکنه به تجزیه افغانستان. این به خیر هیچ قوم افغانستان نیست، هیچ حزب افغانستان، مردم افغانستان نیست، در میوه منافع ملی ما نیست، نه تجزیه نه جنگ داخلی. بین که ما بریم به طرف گفتمان، بریم به طرف تسامح و تساهل، بگذریم از مسئله انحصار قدرت، تمامت‌خواهی قومی و سمتی و
بمباری و تعبیض و تعصب و افتراق اجتماعی و جنگای نیابتی و استخباراتی بین منافع ملی تعریف روشن بتیم، اثر منافع ملی خود معنادار تعریف کنیم، وحدت ملی خود تعریف کنیم، هویت ملی خود تعریف بتیم، سرود ملی خود، بیرق ملی خود، جغرافی خود که ما واقعا یک کشور مستقل هستیم. همه این ملی ها را از آدرس یک قوم بکشیم، ما ملی بگیم، نه من قومی، نه من گروهی، نه من سمتی. اینجاست که مشکل افغانستان میشه. در غیر از این میریم به طرف بروان خطرناک. بنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم آقای عدالت جو، حکومت سرپرست یا موقت رای حل است؟ ببینید هر فرایندی که در اوج بتانه رضایت منافی ملی اوج تامین شود و رضایت مشروع و عادلانه در اوج رایت شود، تامین شود، فرایند مشکل مهم نیست چه فرایندی باشه، اصل حقوق مردم است، اصل تامین منافع ملی است. بله، اما راهکارهای مشخص و قابل اعتماد باید برای همه طرفا داشته باشه. بله، گفتیم که راحت میتونه مثلا طرفا بشینن روی یکی از این فرایندها توافق کنن، به اتحاد نظر برسن، او کنه مشکلی هیچ مشکلی را ایجاد نمی مشکل ایجاد میکنه که ما باید تضمین بدیم، ما مطمئن باشیم که به این فرایند در راستای منافع ملی است، تامین کننده منافع ملی است، تامین کننده خواست اکثریت مردم افغانستان است. ما میتونیم با این فرایند به ثبات برسیم، مثلا در اوج عدالت است، در اوج همه میکانیزم در نظر گرفته شده که همه خواست های مردم اوج تامین میکنه. پس در این صورت ما میتونیم بر یک نظام به امو معنای کلمه به همه شمول و به یک وحدت ملی و به یک نظام یک پارچه دست پیدا بکنیم و هر فرایند میتونه در هیچ ماره کمک بکنه. من تا در همون طوری که عرض کردم که در اوجه باید تضمین شوه که از او سو استفاده صورت نمیگیره، نه از طرف جناح‌های داخلی و نه از طرف قدرت‌های بیرونی. مهم این مسئله است. ممنون، سپاسگزارم از حضور مهمانانم، هر یک آقای عبدالهادی عدالت جو، آگاه روابط بین الملل اینجا در استودیو، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما همچنان در استودیو، و از آقای عزیز سنگزه تحلیلگر مسائل سیاسی هم دعوت شده بود که متاسفانه به برنامه حضور نیافتند. سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.